در این ویدیو قراره که یک فورد انگلیسی که برای سال 1954 هستش رو نشون بدیم و توضیحاتی راجع به این ماشین قدیمی و کلاسیک خواهیم داد. و علاوه بر این موتورسیکلت ایندیان یا سرخپوست رو هم نشون میدیم. این یه فورد 1954 انگلیسیه که شما میبینید که به شکل خیلی جالبی دوستمون آقا مرتضی تهیه کرده برای خودش. من واقعا تبریک میگم که چطوری ماشین پیدا کردن. میشه راجع به موتور این اول یک صحبتی بکنیم ببینیم بعد از خودش صحبت بکنیم؟ بفهم. بله، این فورد پاپیولار مدل 1954 و مال دوره‌ایه که بعد از جنگ دپرشن هست، مشکل اقتصادی مردم دارن و کلن خرید ماشین بسیار سخته. برای همین این ماشین رو تا حتی محدود اقتصادی میسازن که مردم بتونن تهیه کنن سوار بشن. اینا ماشین های خانواده بودن، باهاش عروسی میکردن، این کشاورزا وسایل باهاش میبردن. برای همین جوری ساخته شده که طاقت بیاره به این راه های قدیم هم که راه های مارو و گل و اینا بوده. خیلی ماشین محکمی هست و برای اینکه بدونی چجوری اقتصادی این رشد بکردن، مثلا روی سقفش این تیک فلز رو صرفه جویی میکردن، از چرم درست میکردن که امروزه چرم از فلز گرونتره. بله و موتورش رو اجازه بده موتورش هم یه نگاه بکنیم. این موتور بله و یه باتری 6 ولت. بله چقدر جالب. بدنه مثبته. بله، برخلاف همه برخلاف ماشینای مدرن که بدنه همیشه منفی 0 هست، اینجا فازه. بله و موتور 1100 سی‌سی. خیلی قشنگ. بله، پروانه هم رو خود دینامو روشن کنید لطفا. بله، من میخواستم راجع به روشن کردنش هم یه بر شما این داخل ماشین هستش، سویچ رو برمیگردونید و برای استارت دادن ساسات رو میکشیم، دو تا گاز بدیم، کلاج رو نگه میداریم که موتور درگیر نباشه، گرمش میکنیم. بله. چون دو روز ماشین خاموش بوده. بله. دوم. بله روشن شد. بله این هم کار کرده موتور به این ترتیب که میبینید. حالا بریم بیرون. بله به به چقدر هم مرتب لاستیکای خیلی قشنگی داره و جای هندل هم داره و که اگه لاغم شد با دست بتونیم بچرخونیم و البته فرمون هیدرولیک و اینا نیست، یه مقدار سفته. ولی بله موتور خیلی فعالکار میکنه و برای که موتورهای اون موقع بنزین سربدار داشته و الان سرب نیست، ایشون تو بنزین یه مقداری سرب مایهش قاطی میکنه که این نوع موتورهای قدیمی بتونن باش کار کنن. به به چقدر قشنگ. بله مرتب و خیلی عالی، بسیار خوب. یه راهنما میگن یا برام بله اینم راهنما به این ترتیب میاد بالا و چشمک میگنه. راهنما رو خاموش کنی به این ترتیب میره پایین، اون طرفش رو بگنی. به به عجب راهنمای جالبی. و برفا کنم به این ترتیب موتور اینجا گذاشتن که وقتی میگنه این دوتا در واقع تیگرو با همدیگه متصل کرده با یه میله. و این ساعت ها چیه در دانمارک؟ تو همه ماشین ها هست. داستانش در اینه که وقتی جایی که شما پارک میکنید معمولا یه مقداری پارکینگ مجانی به شما اجازه دارید، نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت، بستگی به محلش. بله. و برای اینکه اون مأمور پارکینگ بدونه که کی شما پارک کردی، ساعتتون استفاده کردی یا نه، این ساعت رو تنظیم میکنید این ساعتی که پارک کردید. آها. از داخل ماشین و اعتماد میکنن به شما دیگه. بله 100%. چون که خب شما که ماشین رو گذاشتید رفتی. بله این ساعت باید از این نو باشه، نمیتونید یه ساعت بذارید خودش تکون. درست. بسیار عالی. خیلی عالی، مرسی آقا، خیلی ممنون. بسیار عالی.
خب دوست گرامی آقای مرتضی خان زمانی گل، جور و دیگه هابی های شما این موتوره که من یادمه از دوران نوجوانی ایران که بودی با موتور میرفتی تو اتاق و اینجا این موتور رو من دیدم خیلی لذت بردم، شنیدم که تا دکتری که آینده یه هفته آینده هم یه سفر دارید با موتور به برلین و لهستان. آها بله، از طریق برلین و آلمان. بله بله بله. خب این موتور چیه برندش و شما چه علاقه ای داری به موتور؟ یه توضیح خوب مختصر به ما بده. این موتور ایندیان هست، یه همون سوپوست. این اولین موتور موتورسیکلت ارتش و پلیس آمریکاست. آها. که در سال 1909 تأسیس شده این کمپانی ایندیان توسط شخصی به نام فامیلیش هندی، که بعدها که توسط هارلی و دیویدسون، این دو شخص دو شریک شرکای هارلی و دیویدسون، موتورهای هارلی دیویدسون رو یعنی رقبای شرکت ایندیان شدن و در نهایتا ایندیان، شرکت ایندیان ورشکست شد و نبود تا این اواخر که مجددن شروع به تولید کرد. برای همین کسانی که موتورشناسن مخصوصا هارلی سوارن خیلی نسبت به ایندیان احترام دارن، چون که بهش میگن the real stuff. آها. به به. جنس اصلی ایندیان. به به. بسیار. میشه حالا یه دور بگنیم ما ببینیم موتور سواری چه حالی داره برای شما. دستکش‌های عالی که اینا میگه مال پلیسه و چرم و بسیار عالی. به 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 به. خب چه دل و جرأتی داری که با این میخوای تا لهستان از دانمارک برید و آفرین به این اراده. به به چه تیپی آقا. به خیلی خوب. به به دیگه همه تجهیزات هم حرفه‌ای و عالی. به 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 خیلی عالی، مرسی. خب درود بر مهدی جان و افسانه جان و برای بچه ها. امروز من اومدم و یک همسایه‌ای داریم، عروسیشه و با ماشینم و ماشین قدیمی رو آماده کردیم و اینجا الان تو کلیسا دارن خاک بر سرشون میشه. وقتی که تموم شد میاد اینجا و با ماشین میبریمشون به محل جشن عروسی. چه جشنی میگیرم فکر میکنن چه خبره. حالا نه، خارج از شوخی، امیدوارم که خوشبخت بشن و همه خوشبخت بشن، همه جوونا. و فقط خواستم بگم که منم الان اینجا اومدم و منتظرم که مراسم این کشیش مشیشا تموم شه و اینم از کتاب. قربون شما، به زودی میبینم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون باخبر بشید.
Thank you.